دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدیم. بحث محسن نامجو و پرداختن ایشون در کانال من در چند روز اخیر واکنش‌های متفاوتی رو به همراه داشت. کلی من مسیج در اینستاگرام دریافت کردم مبنی بر اینکه ایشون خیلی زن ستیزن، ایشون خیلی یه تعرضی به خانوم یا خانومهایی داشتن و چرا من باید از هنر ایشون تعریف و فلان کنم. مصاحبه ای هم تصادفا در 10 روز پیش از ایشون گرفته شده که اونو برای من فرستادین که گویا با آقای محسن نامجو راجب همین موضوع مفصل مصاحبه شده. بریم با هم دیگه بررسی کنیم این موضوع از چه قرار بوده. خب بچه ها، این ویدیو و این گفتگو در کانال آقای محمد خیرخواه منتشر شده. میتونید گفتگوی کامل و این مصاحبه کامل رو در کانال خود ایشون ببینید که من لینک رو در دیسکریپشن براتون گذاشتم. بریم و ببینیم. که من در حضور تو نشستم، هنوز که هنوزه از هر چند تا اجرامون ممکنه یکی دوتاش پیش بیاد که آدما دوباره ایمیل بزنن به سالن و شکایت کنن و فلان، و هیچ کس هم از خودش نمیپرسه که آقا این بر اساس چیه، یعنی کجا این آدم به چی محکوم شد، به چه اتفاقا، کجا چی ثابت شد، کی اومد حرف زد فلان. و به طرز احمقانه ای از یه سری شایعه ناخواسته، به قول انگلیسی unwanted gossips، یه سری هی موضوع به همون یک کلاغ شل کلاغ شد در همدیگه پیچید و الان بسیار از اون آدم هایی که در حالا در جبهه مقابل هستن براشون فکت مسلمه، یعنی اصلا شک ندارن که همه چی رو میدونن و با یه آدم در واقع نااهلی طرفن و دقیقا کاری هم که دارن میکنن مصداق کاری که جمهوری اسلامی میتونست با هر موزیسیانی از جمله من بکنه، یعنی از بین بردن آزادی بیان. خب بچه همینجا وای میستیم، چرا من این ویدیو رو گرفتم؟ ببینید، من هنوز، یعنی ما هنوز به اتفاق نمیدونیم که موضوع چی هست، اما یه جمله بسیار کلیدی گفت که مردم خیلی ها دیگه بهشون مسجل شده که من مثلا آدم بدم. فارق از محسن نامجو، من اصلا کاری با این گفتگو فعلا ندارم. من برای چی این ویدیو رو گرفتم؟ من خودم در موسیقی متال انگای سنگین به هم زده شد توی اون برهه که مجوز به سختی منم میگرفتم. دارین الان هم میبینیم من که آخرش بازم مجوز کنسرت میگیرم. شما دیگه شاهدین که من 1.5 سال هی میرم ایران برمیگردم، میرم ایران دنبال مجوز، از جمله باز همین 100 بار دیگه هم لازم باشه من برای احقاق حق خودم میرم و کنسرتم بالاخره برگزار میکنم. ولی شما میبینید که با 1000 مکافات و بدبختی. حالا من این کارو میکردم تو برهه قبلی، یعنی من در هر برهه‌ای درگیر این بحث مجوز همیشه بودم، ولی بعد از اینکه من میگفتم آقا بفهم فردا کنسرت، تمام متال ایران بر علیه من میشدن که چجوری دونست بگیره، این حتما وصله، این حتما باباش تو بیت رهبری، این میگفتن و میگفتن. نه فقط برخی مثلا طرفدار و فلان، تمام اون رؤسای موزیک متال و کسایی که متال رو از خودشون میدیدن و رئیس کل پدر متال ایران، همشون که این یا وصله، یعنی حتما وصله، این باباش تو بیت رهبری، خودش بسیجی بوده، فلان بوده، این یک بود، بوده دیگه، این حتما میره زیرا به بقیه هم میزنه که چرا بقیه نمیتونن بدن، چه حتما میره خودش مثلا وصله، مجوز میگیره، بعد اونجا میگه که خب حالا به بقیه ندیم. وزیر ارشاد میگه چشم آقای شهاب صادقی، به کی ندیم؟ به اون آقا ندیم، چشم قربان. و این چرخید و چرخید، طبق چیزی که الان محسن نامجو مثلا داره میگه، برای خیلی ها مسجل شد، یعنی دیگه مسجله که شهاب صادقی آدم فلان فلانی، و این چرخید، متوجه این، یعنی به توی یک برهه 1 ساله تا میتونستن، داره میگه جبهه مخالف، تا میتونستن جبهه مخالف منو تخریب کردن. تو حرف نزن، حالا به بند موضوعهای سیاسی اجتماعی مونم تا اندازه مشخصه، من همش از این حرف میزنم که ما باید به کل لجن نگاه بکنیم، نه دنبال راه حل مقطعی باشیم که آی الان جمهوری اسلامی ظالمه، بپریم تو بغل پسری بابایی و بگیم آه الان دیگه این ما رو نجات میده. و بعد جالبه که آدمایی هم که تا خرخره نون جمهوری اسلامی رو خوردن، این ور که میان سریع میفتن وکالت میدن و فلان میکنن و پرچم دست میگیرن و
همه حرف تو اینه که آقا نه سفید رو ببین نه سیاه رو ببین، یه لحظه باشه به خاکستر نگاه کن، ولی خب محکومه به خفه شدنی، به شکستی، به طرد شدنی، به انزوا و بدنامی و غیره، که دیگه ما هم کم کم داریم باش، یعنی کم کم که دیگه تنها خیلی داره ازش میگذره و دارم کنار میگم فکر کن دو سه سالم از موضوع گذشته و تنها چیزی که حالا به ویژه بعد از این اتفاق خیلی خیلی مثبتی که تو زندگی شخصی من افتاده، حضور یه آدم حسابی در کنارم، در نهایت بی‌نتیجه میشه که سکوت کنی و بذاری بگذره دیگه همه بحرانا. اما اگر بخوام خودم سری روایت بکنم اینه که در سال 2013 من سر امنات آقای بیضایی بودیم، من خونه زندگی نیویورک بود ولی من یه دو ماهی رفته بودم کالیفرنیا و بعد از اجرای کنسرت خانم مامک خادم بود و یه عده آدمم چیز بودن، بعد از کنسرت اومدن رفتن توی بار نشستن و به مشروب خوردن و ما بودیم و بعد بار بعدی و بار بعدی و کم کم به قول من سرها داغ شد و همه مست بودیم و اینها و من اشتباهاً یه جایی رفتم که نباید می‌رفتم، یعنی خطا از بنده بود، حالا چه به عنوان انسان اون زمان متأهل چه اصلا به عنوان یه آدمی که بالاخره موقعیت اجتماعی داره باید حواسش باشه با کی نشست و برخاست میکنه و تصمیم احمقانه بود دیگه. من به دعوت دوتا آدم وارد یه خونه شدم و بعدم حالا اون دوتا آدم هم البته مثل خود بنده مست بودن و بعدش هم که دیگه پیشنهادهایی بابت نرم رو پات بشینم و فلان کنم، همه چیزهایی که میتونه برای هر آدمی پیش بیاد و بدیهیه که هیچ مردی، تمام این مردایی که الان انکار میکنن و یه دفعه طرفدار حقوق زنان شدن، برای همهشون، برای تک تکشون، اصلا من موزیسین میتونم اسم ببرم که 10 برابر بدتر از این براش اتفاق افتاده و واقعا واقعا در حد یه سری شوخی ساده، شوخی های لفظی و کشواکش ساده در این حد مثلا خیلی خیلی مختصر و چیپ و بعد طرف این که خب شما وقتی که از یه آدمی 45 دقیقه نصف شیشه مشروب رو پایت رو تمام میکنه تو نمیتونی انتظار داشته که بعدش قرار دعای توسل بخونیم دیگه، یعنی هر آدمی انتظار داره که خب یه میگه قرار یه هپی اندینگ داشته باشه احتمالا، ولی خب از یه جایی بعدم تو نشانه ها رو میگیری که نه همچنین میلی هم وجود نداره، این همه همون بیماری روانی مذکر و مؤنث فرهنگ ماست و که بعدم ادعاشون میشه چون یه موبایل دستشون میگیرن و دانشگاه ییل میرن و دوتا توییت میزنن نو میز نو را میندازن، در حالی که هر مرد ایرانی اینو میدونه که در زندگیش نو میز هزار تا چیز رو تجربه کرد. برسات اون شب هم یکی از همین چیزا بود و خطای من بود قطعا، من اصلا نباید ببین داره چی میگه، داره میگه که ما رفتیم مست و اینا بودیم احتمالاً، حالا خودمونیترش رفتیم تو بعد جای یه مست کردیم و فلان، خانمه ما گفتش که بیا بریم خونه ما، رفتم خانمم نشسته رو پا و منم گفتم ایول دیگه همه مستیم و فلان، داره میگه من اشتباه کردم این کارو کردم ولی مست و فلان، من فهم میکردم داستان برنامه میشه و فلان، ولی خانمه انگار که فقط میخواست در حد همین در همین حد باقی بمونه، من اشتباه کردم، حالا بریم جلوتر ببینیم که آیا چی میشه. وارد اون خونه میشدم ولی به هر حال موضوع اینه که موضوع به این صورت تموم شد که من همون شب اونجا خوابیدم و فردا صبحش هم دیدم که با برخورد سردی مواجهم، گویا مثل اینکه مثلا حرف بدی از دهن من در رفته یا رفتار زشتی بوده هر چیزی، عذرخواهی کردم و ولی همون لحظه اون آدم چیز کرد که نه من پدرتو در میارم فلان. حالا جالبه که اونا بعدن اون زمان شد 2013 شروع کرد. ببین من خودم بچه حالا الان با محسن نانجو کاری ندارم، خیلی ها هستن این آدم های سلبریتی ها، خیلی مواظب باشن بچه، من نمیخوام تعریف کنم چون اصلا تعریف کردنش هم درست و اصلا خطرناکه، ولی من برای من در سال 1380 و ببخشید 96 اینا توی اون بره اصلا یه آدمی اومد فقط اصلا هدفمند فقط برای اینکه آتو و فیلم و اینا بگیره و منو یک عمر تیغ بزنه و اصلا حالا من نمیخوام داستان تعریف کنم، این در نهایت گفت آتو هم بده ولت کنیم، حالا من هیچ کاری نکردم، این فیلمیم داشت و فلان که من اصلا گرفتار میشدم، اون موقع هم قانون چیز نیومده بود اونقدر، این داستان خیلی
زیاد شد که قانونی در ایران وضع شد که انتشار تهدید به انتشار چت خصوصی و فلان حتی جرم محسوب میشه و 6 ماه زندان داره و اینها. قدم در همون منطقه شمال کالیفرنیا توی کامیونیتی آبروزی کردن و هر کسی هم که اینا موضوع رو براش تعریف میکردن جوابش این بوده که خب چرا زنگ نزدین پلیس اگر که چیز بود، که اینا با این موضوع مواجه میشدن که مثل اینکه مثلا دقیقاً کرم خود درخت یه همچین چیزی مثلا با همچین چیزی مواجه شده بود. بعدش هم که خب از طرف من به گوش رسید که من پیگیر وکیل هستم که اینو به عنوان عادی حیثیت پیگیری حقوقی بکنم و فلان، اینا قضیه تموم شد. تموم شد البته با عذرخواهی و حالا اون زمان موضوع 2013 موضوع این 2 سال پیش اصلا نبود. باشون حرف زد به عنوان یه زن ازشون عذرخواهی کرد و اصلا هر چی که بوده و نبوده. و بعد جالبه که خود اونا چیز کرده بودن که نه اینا مردم بزرگش میکنن و اصلا چیزی نبوده و تموم کنیم بره. تموم شد رفت. 7 سال گذشت و بعد اون آدم ها مثلا خانوادش حتی کنسرت های ما اومدن، مثلا ما تو منطقه 10 بار رفتیم اومدیم دوستان آشنایان، یعنی ولی مثل اینکه یه آتش زیر خاکستری بوده و مثلا حالا یه آدمی در زندگیش 7 سال گذشته در روابط شخصی شکست خورده، در تمرینای تئاتر شکست خورده، کلا دبلما یه مهاجر موفقی نبوده و حالا اون آقا داره هر سال کار میکنه و زندگی میکنه و کتاب مینویسه و سفر میره و تور میذاره و فلان و همان. حالا ما بعد یه جوری تاوان اینو انتظارم باید پس بود، یعنی بعد از 7 سال دوباره اومدن که اصلا بیاری خیرش رو بگیریم دوباره جنبش میتوی فلان که راف میفته، طرف میاد یه ایمیل میزنه، یه وقتی توییت میزنه و بعد توییت رو که میزنه دوربریای من میگن آقا طرف اولین توییتی که داره میزنه داره دروغ میگه توش، یعنی داره میگه ما اینو بیرون کردیم در حالی که اصلا هیچ چیزی نبوده اونجا، شب مثل آدم خوابیدیم صبحش باشتیم رفتیم. پس اینا آدم هایی هن که یه سری وکیل مکید پشت سرشونه و قضیه زیراب قضیه ستاپه، پس بهتره که زیر بار نریم، یعنی اگر که ما مثلا حتی ادمیت بکنیم که همچین چیزی وجود داشته و فلان اینا همینو میگیرن میبرن دار. خب جای خوبی داشتی، این به خاطر همین اینقدر دافعانه بود اون، چون این چیزی که من از اون طرف دیدم توضیحش بدم این بودش که من اگه یک کسی بیاد به من تهمتی بزنه و بگه که این اتفاق افتاده، منم تقریبا همون کار رو انجام میدم. خیلی دافعانه است واسه من که همچین چیزی، یا ولش میکنم اصلا، میگم که دیوونه از طرف اصلا، من که طلاک پاکه اصلا. دقیقا. این شکلیه. ولی اون چیزی که من از این طرف دیدم که یه بذار بگم که گلگی ازت دارم، دو تا قضیه اتفاق افتاد. یکی این که اون چیزی که من دیدم، یه شما اومدی یه اولی پیامی دادی بیرون که همچین چیزی نیست، بعد چندین بار خانم وکیل اومدن انکار کرده ولی داره میگه که من وکیلا بهم گفتن که انکار کنی بهتره وگرنه اون اصلا همینو سوژه میکنه برای دادگاه. پس انکار کرده، ویدیو دادن بیرون به این نه بین اینا 6 ماه فاصله بود البته. درسته. من واسه سپتامبر 2020 که اول اصلا این هشتگ می تو ایران راه افتاده بود گفتم آقا این موضوع نیست. و ببین بعداً به هر کسی هم که میگفتم آدم ها از من میپرسن چرا نیومدی مثل محسن نامجوی کول که همه چی رو با مخاطبش در میون میذاره همه چی رو بگی. بعد من گفتم آقا اینجا شما با یه پابلیک فیگور بالاخره حالا ما هر چی تواضع میکنیم اینا کی میاد راجع به جزئیات زندگی شخصی حرف بزنه. دوم طرف منتظر اینه که من اینو ادمیت بکنم و بعد همینو بعد رو بگیره ببره دادگاه و بعد اینو که آدم ها میشنم آه راست میگه خوب شد پس نگفت، یعنی علت اون انکار اولیه این بود. برها ترسیده از دادگاه خیر ما رو چسبید و البته میگم معقول ترین کار در برابر یه همچین آدمایی به طور کلی سکوت بود. بله خب من مشاورای خوبی نداشتم متاسفانه. سکوت و آدم هنرمند اصلا کلا آدم سلبریتی درگیر بکنه خودشو با این داستانو اصلا گرفتار میشه، یعنی حرف بزنی اینوری بگی میخوری، اونوری بگی ببخشید بدتره، بگی نبخشید بدتره، بگی نکردم بدتره، کردم بدتره. اصلا فقط سکوت. اگه واقعا کار خاصی نکرده باشی میگی ببین چون باید شبابه صادق باشیم با هم دیگه. من حالا فارغ از این موضوع همه بالاخره که تو زندگی هر کی برگردی دیگه هر کی خودش میدونه خودش چی کاره، هر کی یه کاری کرده تا حالا دیگه، من کردم شما کردیم کرده اون کرده، ولی مال برخی حالا یهو یه بدشانسی یه آدم بدی یه پاپوش درست کنی یه دشمنی یه چیزی میاد تو زندگی برخی، اون کاری که همه کردن مال این میچسبه به سقف اصلا پودرش میکنن متوجهی.
من فکر میکنم برای آقای محسن نامجو یه چنین اتفاقی افتاد که امین و کسایی بودن که من تو زندگیم بهشون گوش کردم و بد ندیدم، اون متاسفانه اون ایام دوربرم نبودن، از جمله اینکه مثلا برادر خودم حمید به خاطر همون کتابش تو جمهوری اسلامی رفته بود اوین و زندان بود و اصلا نبود دوربر. قضیه 6 ماه گذشت و ما حالا یک دو تا کار با بی بی سی کرده بودیم، فیلم برداری کرده بودن، اونا پخش شد و رسید به دسامبر 2020 و بعد 2021 شروع شد. ما رفتیم تلویزیون جا دعوت کردن برای برنامه موسیقی دوستمون خان، اینا مجرای برنامه بودن. بیچاره اونا اسامی رو شرمنده‌شون به خاطر میذاره خودن هم چرا خیلی اونا آدم شریف بیهاشیه کار خودشون کردن در زندگی و حالا چرا شما فلانی رو دعوت کردین یا چرا باهاش ساز زدین، مجبور شدن به خاطر من فحش وضعیت بشنون که حالا من از اونام چند بار عذرخواهی کردم. به هر حال این وسط دو تا خانم بی ربط به ماجرا، یعنی اصلا این الان دارم میگم، یه نفری به اسم اکانت تو ناشناس اومده گفته ما همچین مسئله‌ای بوده 2013 تموم شده رفته، اون دیگه تموم شده و حالا ما به صد طریق، یعنی یک کس دیگه هم بود یا نه دارم میگم اون خانمی که 2013 کار کرده بود، ما تو این فاصله هم به صد طریق بهش پیغام دادیم که آقا چی میخوای تو، بیا ما ازت عذرخواهی کنیم جلو دوربین، همین الان همین دوربینی که اینجا هست بیا ما صاف اصلا تو اسکایپ کن، ایران بود مسکی یا آمریکا نه. و نه یعنی اصلا این نمیدونم یه جوری جنون، این مریضی که ما فقط یه آدمی با یه اکانت ناشناس بشینه و روی اسپند رو آتیش بکنه یه آدم حالا شناخته شده رو و لذت ببرن، لذت سادیستیک از این موضوع ببرن و بین بیج نتیجه نرسیدیم دیگه، یعنی هیچ ارتباطی به وجود نیومد. و جالبه که میگم مثلا بعدا خواهر خود اون طرف مثلا تو نیویورک بودم، من به اونا پیغام دادم آقا بیاین بشینیم حرف بزنیم فلان کنیم، ولی میلی وجود نداشت. به هر حال تو این وسط خب این موضوع میپیچه و اینا و دو تا خانومی که حالا بذار دیگه اینجا اسم ببرم، یکیشون یه دختری هست میخوای این کارو بکنیم، چون وقتی که من باید به اونا هم وقت بدم که بیان صحبت کنن اگه بخوام اسم ببریم، خب من میل خود شماست. به هر حال همه میدونن کیه، ولی یه خانومی که یکی دو بار به ما ایمیل زده بود که با هم دیگه کار بکنیم و فلان اینا، ما هم بهش گفتیم خب تو کار نمیکنی که همش دنباله کمپین سیاسی آواز زنان و فلان از این حرفا، مثلا تو الان مهاجرت کردی یه نوت بلدی، یه قطعه خوندی، یه کار کردی، یه آلبوم نه یه سانگ دادی بیرون یه فلان، خوبش برخ. و دیگه ولی همچنین یه خانم دیگه که اونو که دیگه اصلا من نمیشناختم گویا کار رپ میکرد و اینها، اینا به این تلویزیون تو بودن که اگر فلانی بیاد ما نمیایم. بعد خب بدیهی بود که دستم در کارهای اون برنامه مثلا اما دوستان ما که برنامه، یعنی همه این اتفاقا سر اون یه شب تا صبحی که میگه فقط رو پای من نشستی بود و یه کلامی صحبت مثلا حالا تعرضگونه یه کلامی مطرح شد که بعد دیگه حالا من گرفتم همونجا هم خوابیدم و ده بارم عذرخواهی کردم، این همه داستان براش رخ داده. مثلا ما ابی و هایدر یه جایی برای یه برنامه دعوت کنیم، به محسن بگیم، محسن میگه اگر ابی باشه من نمیام، خب میگن جهنم نمیای دیگه، مثلا یه همچین چیزی. آدم باید جایگاه خودشو بدونه. آها اون صدایی که بس در اومد، شما گفته بودی که یک روز من به اندازه من به اون دو نفر بودم، من در آره من خطابم به اون دو نفر بود. حالا ما در کل ایران فکر کردن که منظورشون آره همه ایران بهشون برخورد که ما وقتمون خیلی مفیدتر از نامجو نامجو ما، ولی خودت واقعا اون شکلی قربون شکلت، من فکر کنم از کات بیرون بچش بفهم بذار من ببینم بشه همونجوری که نشسته بودی آقای محمد خان که یه چیز دیگه من خدمت شما تو ضد نوری خود آقای نامجو، ولی اون شکلی نگاه میکنی واقعا زندگی، چون اون موقع یه ذره تو ماچ بود که مثلا آدم تو عصبانیت همه چی میگه. دومی که اینم بگم بذار من سریع بگم خدمت، این موضوع که رو شد و اون برنامه ما از امبسی پرژیا پخش شد و اینا هم پیگیر بودن و ایمیل میزدن و فلان و بهمان اینها، رسید به این که دیگه کلاب هاست هم تازه راه افتاده بود و ماهی به گوش من میرسید که اتاق را میندازن و فلان. و دوست حالا به ظاهر دوست قدیمی ما آقای ایشون به من چیز کرد که آقا بیا یه اتاقی بزنیم، اول که راجع به شعر صحبت کن، ولی بعد اینجور که اصلا بیا از خودت دفاع کن. و من هم گفتم که آقا البته اول بعدا خودش گفت که نه الان صلاح نیست این کارو بکنی. این بین من و اون یه بحثی شکل گرفت در نقد این جنبش
داشتیم حرف همو تایید میکردیم. اصلا بچه اینا رو که میشنوم ببین اونقدر توی این داستانا سوء برداشت، پاپوش، دشمنا زوم میزنن رو آدم، یه چیزی میگی یه کلاغ چل کلاغ میشه و اصلا یه شری آدم رو میگیره. یه سری اون مینوش آره اینا چهار تا ریش سفید بعد بیان جلو، منم گفتم آره بابا مثلا یه آدم حسابی تو اینا نیست، مثلا یه سال جنبش رو انداختن حق یه زن تو ایران نگرفتن، اینا همش مسخره بازیه فلان و امان. و یه شبی شد که من تو همینجا نشسته بودم و هیجان زده هم بودم، شروع کردم هی تکست دیگه دارم جواب نمیده، صوت گذاشتم رو تلفن دوستم. صبح شما تماس گرفت که این تلفن خانممه، شماره خانممه و این من شماره خودم اینه، من از دیروز با شماره اون با تو در تماس بودم. بعد صوتای ما رفت تو تلفن یه آدم دیگه، دو تا صوت 22 دقیقه‌ای که میشه 44 5 دقیقه و اونا رو من دارم و اون 44 5 دقیقه حالا اشتباه. نگو یه دست یه سری آدمی افتاده از جمله یه خانمی که من خب اینا همه جرمه ها، این که شما به یکی وایس بدی اون وایس پخش شه اینا همه جرمه. شما تو عالم خودت حالا با رفیقت با هر کی هزار تا حرف میزنی، کسی که مادرت صفحه خب اشتباه از خودش بوده دیگه، رو ادیت میکنن که از کسی هیچ دقیقه در اومد که حالا من دارم اونجا میگم خانم فلانی و فلانی، من صد خطاب به همون دو نفر آقا من صد خطاب دارم کار میکنم توی مثلا توی خونه که نشستم و فلان و شما با یه آدمی طرف نیستین مثل اون پسره که قرص مینداخته تو مشروب آدم ها و دخترها رو بزنید، شما با یه آدم مثلا منحرف که طرف نیستین، آقا یه موضوعی باید بیا راجبش صحبت بکنید فلان، من شما دارین وقت منو میگیرین، دارین تمرکز منو میگیرین، وقت من مفید میگذره اینجوری اینجوری اینجوری. اون ادیت شده بود که آره یک ساعت من از فلان عد. آخه من همین الان شما 5 تا مصاحبه اینجوری هم بذاری آدمی که بخواد برداشت خودش بله بله اون که مهم نیست، نه اون اولش گفتم صداقت شما مهمه. آره ولی به هر حال برداشت آدم اوکی، قضیه اینه که آخه کدوم آدم ابلهی است که بخواد از اصلا گیرم که من مفیدترین انسان، مگه پروفسور هشترودی، مگه مثلا دکتر حسابی، یا مگه مثلا عزت الله فولادوندی، یا چه خبره؟ یه آدمی هستی چهار تا علاقه داری راجع به شعر و ادبیات و موسیقی و کار میکنی تو خونه خودت، کدوم چقدر باید آدم ابله باشه که همچین ادعایی بکنه که من وقتم از همه مفیدتر میگذره. و دیگه هر کارم کردیم فایده نداشت دیگه، یعنی این موضوع در اومد و اصلا این فایل صوتی رو به مثابه این گرفتن که مدرک گیر آوردیم که اصلا ببینید این آدم مغرور است و این آدم فلان است و بهمان. حالا ما تو اون فایل صوتی حتی ادیت شده، ببین اگر یه زمانی محمد جان دنیا به عقب برگرده، من بابت اون ویدیوهای عذرخواهیم پشیمونم، ولی بابت اون فایل صوتی پشیمون نیستم. چرا؟ برای که هیچ الان همین الان رو گوش کنن، چه ادیت شدهش و چه ادیت نشده، کدوم حرف ناحسابی من توش زدم، چی شد سرنوشت این آدم ها، چی شد گفتم شما این جنبشتون به جایی نمیرسه، الان به جایی رسید چیکار کردن؟ یکیشون که لخ شد جنبش سر میتو، بله سر سر ماجرای مهسا لخ شد و یه دفعه افتاد دنبال اینکه منم کار اقامتش آره جور بشه، اون یکی فلان شد چیکار کردن؟ اون یکی خانمی که رئیسشون بود تو آلمان، مادر بزرگ لزبیان، ایشون بعد از ماجرای نیکا شاکره میگه دختر لزبیه. آخه آدم بی شرف، تو به این فکر نمی‌کنی خانواده اون داغ دارن؟ تو به یه همچی آدمای طرفی اصلا چرا بگم دشمن من باشه. ببخشی دشمن من، یعنی یکی از شانسایی که من آوردم، ببخشی این حرف خیلی هم تو اینا بود، دشمن من ابله بود. یعنی اگر اینا با همین اگر میخواد، چون نامرد که بودن، یعنی انگیزه نامردی رو داشتن، اگر کمی خودشون ظاهر و صلاح حداقل بودن، نمیگم باطن و صلاح، میتونستن برای همیشه منو در نظر مردم خوار و خفیف کنن، ولی اینقدر خودشون رذل و سوتی بده و بدنام بودن که مردم گفتن آقا سه سال گذشت کو یه مدرکم که علی فلانی نیومدی، الان میبینی کنسرت های مادر آدما میان و میرن و فلان. من از خودم دفاع من خود اون دشمنه ابله بودن. بگذارید این موضوع که پیش اومد یه هفته چه جمله قشنگی، دفاع من همون دشمنه ابله بودن، دفاع من خود اون دشمنه ابله بودن. بگذارید این موضوع که پیش اومد یه هفته قبل از اینکه من بخوام، حالا متاسفانه من نمیتونم تو این ویدیو نقدی بکنم به خاطر که تا آخر اون من خوبیاش یادم نمیره، بالاخره دستیار من بوده، ذاتا آدم شریفیه،
و پیگیر خدمتگزار کاریه که داره انجام میده و فلان، ولی ترسو بود، خیلی ترسیده بود، بدجور ترسیده بود و فکر میکرد مثلا این چهار نفر که توییت میزنن اینا الان ممکنه پس بدن در این خونه رو بزنن و بیان تو و ما رو بگیرن ببرن زندان مثلا. و نشست زیر پای من شدید که آقا بیا ویدئوی عذرخواهی بده. حالا قبل از اینکه من بخوام خام بشم توسط من ویدئوی عذرخواهی بدم، دیدم که همین آدمایی که اسمشون در اومد یکی اون یکی اینا به من تماس میگیره ما چند ویدئوی عذرخواهی کی در میاد، دقیقاً ساعت میخوان بدونن. در این فاصله ما گفتیم یه کسی پاپوش ریزی در کار بوده یه خانم بگیری. یعنی حالا بچه من بهتون بارها گفتم برای اتفاقی که برای من افتاد و پاپوشی که برای من درست شد، من ول نکردم، من رفتم دادگاه شکایت کردم از دو نفر. یکیشون عذرخواهی رسمی در اینستاگرام کرد، همون جایی که بر علیه من پست میذاشت. یکیشون هم الان محکوم به زندان شد، البته خب این داستان دیگه سپری شد، ولی محکوم به زندان شد. یعنی من خودم ول نکردم، البته خب چیزی برای من نشد. من که هیچ وقت اینو حتی ببینی اسمم نمیارم که کی و چی و کجا، برای من هیچ وقت اعاده حیثیت نشد. حالا شما اصلا طرف بره هزار سال زندان، برای من که اعاده حیثیت نمیشه دیگه. این سختی ها و حالا آدم وقتی مثلا آدمای معروف و هنرمند و فلان و کنسرت و الو بلو میبینه میگه ای ول چه شغل خفنی من، ولی اینجوری هم نیست. داخلش که میری گرفتاری زیاد داره. شما تا روزی که داستان اینجوریه، تا روزی که شما اینجایی بقیه اینجان همه باهات دوستن، اینا هم باهات دوستن، همه باهات دوستن، کافیه شما بری اینجا. حالا ببین یه جوری همون دوستا یه جوری، اینی که دارم میگم بچه تو زندگیم دونه دونه دیدم همه اونا دوستان بودن، همه شون دوستای اینستا، دوستای فیسبوک، دوستای حقیقی و مجازی همدیگه بودیم. یهو همه‌شون شدن دشمنه من، همه آتو بگیر، همه فلان، همه حالا شما نمیدونم چقدر موسیقی متال و الان تو کانال یوتیوب من چقدر از فالوورای اینستای قدیم من هستین که چه جوری توی چند ماه تمام متال ایران شده بر علیه من. که چی؟ که من یه کنسرت میذاشتم، الان حالا این منی شما دیگه، حالا شما تو اینستاگرام هم هستین دیگه. بذار من این کنسرتی که الان با هزار بدبختی میخوام برگزار کنم و بتونم مجوزشو بگیرم و ببین چه جوری همه دوباره منو میکوبن. بیت رهبری اومد، بسیج فلان اومد. هیچ وقت هم مردم نگفتن مگه این مردم الان هیچ وقت نمیان بگن که مگه این شعب صادقی، یعنی به همونا، مگه شما نمیگفتی این وصله، مگه شما نمیگفتی این فلانه، مگه نمیگفتی این تو بیت رهبریه، پس چرا الان ممنوع کاره اگه این وصله قطع شد؟ متن ویدئوی عذرخواهیمون رو با یه وکیل زن چیز کنید. اون وکیل زن هم یه خانم بود به اسم که الان در سان فرانسیسکو ان شاءالله که شهردار بشه با جاهای بالا بالا برسه. خود این آدم در حضور یه سری از دوستان کالیفرنیا تو خونه جوری همه گفت که آقا عروس رو میخوان و بگن بله، سه بار طول میکشه جواب بده، نومیز نو یعنی چی، چرت و پرت یعنی چی، حب شوخی و چیز که بگذاریم حالا اینا همه رو زد زیرش. این خانم شد وکیل من به مدت 2 روز. متن عذرخواهی منو من دادم دست وکیلم و وکیلم به همه اون فمینیستا اینو داده بود، یعنی جاسوس دو جانبه بود اون خانم. و از طریق اون خانم اینا میدونستن که من کی قراره متن عذرخواهی ویدئوی عذرخواهی در بیاد. به فاصله چند ساعت بعدش اون فایل صوتی رو ادیت کردم و دادم بیرون. در مجموع ببین بذار به جای که ببخشید این واژه رو به کار میبرم، جلوی دوربین تو چسناله بکنم و به قول این فیلر رو میخوام بذارمش کنار و بریم سر بحث‌های دیگه. همه این حرفایی که من می‌دارم می‌زنم توجیهی برای خطای بنده نیست. من قبول دارم که به عنوان یک سلبریتی میتونستم برخورد بهتری با رسانه‌ها، با مخاطب، با دوستان دور و نزدیک داشته باشم. بنده به واسطه اینکه خودم میدونم برای این کار و برای موزیک و برای شعر و حالا اگه دلت خواست میتونی تو گزارشت ببینی تو این تو هم تو همین یه ساله چه چیزایی نوشتم و چه کارهایی داریم میکنیم و چه کارهایی آماده چاپه. دماغ بالا بودم و این تو طبیعه که ضربه میزنه، یعنی یه جوون سرتق مشهدی که اینا میبینن
برای کتاب خونیش بیشتر از کنسرت بقیه آدم جمع میشد، سالی دوتا آلبوم میده و این بر کار می. یادمه که یه آقایی که بعدن اومد تو اینستا بعدن به من انقدر وایس داد، پدرش فوت شده بود، پدرش فوت شده بود، بعد از فوت پدرش به من وایس داد که من میگم چی کار کرده بود، اومد کلی از من عذرخواهی کرد که من خیلی ناراحتم از اینکه برای تو انقدر مثلا بر علیه حرف میزدم و فلان. حالا یه فلشک میزنم چیکار میکرد. من یادمه که یه لایو برگزار کرده بود، توش از من کلی داشت بد میگفت، همینجوری یه تک. بعد دوست مشترک ما بهش مسیج میده، میگه آقا تو چیکار شهاب صادقی داری؟ اونم آرتیست بوده، مثلا کنسرت و اینا داشتن و فلان. بعد گفته بود که چطور ما چهار تا گروهیم، اون موقع یه چیزی بود کنسرت های کوچولو کوچولو هم برگزار میشد توی آمفی‌تئاترای کوچیک، ما چهار تا گروهیم، چطور ما نمیتونیم 100 تا بلیت بفروشیم؟ شهاب صادقی بره سالن اریکه 900 نفره رو سولد اوت کنه مثلا، پس من بزنم دهنشو سرویس کنم. یعنی حسادت از این قضیه اینجوری بر علیه من داستان درست میکردن. حالا چند سال گذشت، الان دیدم چند ماه پیش کلی برام وایس گذاشته بود عذرخواهی و فلان، من پدرم فوت شد پشیمونم فلان. منم حالا خیلی مثلا چی گفتم آقا ان شاءالله که موفق باشی میکنه، اون بر کار میکنه و فلان. و بعدم بچه من خودم خیلی اذیت شدم دیگه، یه سال و نیم تو ویدیوهای مختلف شما دیدین که بارها من 10 برابر چیزی که از مسئولین خوردم از مردم خوردم، انقدر که منو مردم اذیت کردن، انقدر که ما حالا مردم خوبت داریم دیگه، خوبا هم خیلی مثل شما گل و همیشه حمایت و فلان، ولی بدی های بسیار بزرگی به من شد. دوربینش از کنسرت پرت میکنی بیرون، اون یکی آقا از نشریه من رسانه زنگ میزنه خوش فضیت بشونی تو بیخود کردی شماره منو گیر آوردی فلان. هی با آدما از موضع بالا برخورد بکنی، یه جایی بالاخره این میل در آدما شکل میگیره که شاخشو بشکنن دیگه. و در واقع میشه گفت که یک تلاشی برای شکستن شاخ بود و این تقصیر رو از بنده مرتفع نمیکنه. یعنی من قبول دارم بابت اینکه در خود ایدئالی با آدما نداشتم، ولی بازم دارم جلو دوربین تو میگم، من تو فایل صوتی هم به روح مادرم قسم خوردم که آمدش. بازم قسم میخورم به روی مادرم که کل این ماجرا از بیخ شایعه بود و افتضاح بود و دروغ محض بود. عجب. دروغ محض بود و همش ستاپ بود برای به زمین زدن یه آدمی، حالا نمیدونم با چه انگیزه هایی. بالاخره حالا ما چهار چیز علیه پهلوی و فلان و بهمان گفتیم و اینا، ولی این آدمایی که ازشون اسم بردم، خب بذار بگم همین الان، همشون رو به فاصله. خب چرا نرفت شکایت کنه؟ ها بچه ها توی همه این داستان ها نه اونوری رو بپذیرین، نه اینوری رو بپذیرین، نه حرف اونوری رو پر کنین. خود من که اون اوائل خیلی بر علیه همین پاپوشا مطرح می شد، حالا اوائل مسیجا رو جواب می دادم تو اینستاگرام فوش و بعد می گفتم خب تو الان کجا می دونی این داره راست میگه؟ تو از کجا می دونی؟ تو پیگیر شدی؟ هر کی هر ادعای با من ادعا کنم مثلا شهاب صادقی منو خورد، کو با ادعا که نمیشه. اگه تو حق میگی برو دادگاه پرونده تشکیل بده، قاضی قشنگ خوشگل همه چیزو میکشه بیرون، رأی هم میده، دهن یارو هم سرویس میکنه. خب نه حرف اینوریو، حرف مگه به حرفه؟ ولی متاسفانه من جای دیگه دنیا رو نمیدونم، ولی تو کشور ما یه چیزی مطرح میشه 3 سوت میچرخه بدون این، فارغ از اینکه این صحت داره نداره، اصلا کی داستان چیه، یه چیزی کافی هم هستش که یه ذره با یارو حال نکنیم دیگه، خودمونم یه 5 تا میذاریم روش. این در حالی که حالا برای شاین محسن نامجو دارم میگم، من خودم رفتم شکایت کردم، من به جرم افترا و نشر اکاذیب شکایت کردم، اومدن دادگاه 2 نفر، یکیشون عذرخواهی رسمی کرد در اینستاگرام، هنوزم پستش هست، چون که من بر این اساس بخشیدم که این پست مادام العمر بمونه و اگه بخواد پاک کنه من دوباره شکایتم جاری میشه. و نفر دوم که عذرخواهی نکرد فهم می‌کرد دیگه من ول می‌کنم، من تا تهش رفتم و 1000 تا دروغ دیگه هم پشت سرش گفت، در نهایت محکوم شد، محکوم به نشر اکاذیب و میدونی که جرمش هم 3 ماه زندانه.
به این ترتیب. چرا نرفت محسن نامجو شکایت کنه از اینا؟ خب اینجوری رأی صادر میشد، اینا هم میگفت آقا این رأی دیدین من مبرا شدم، دیدین دروغ بود، حالا من شهاب هیچ وقت این کارو نکردم، من هیچ وقت این رأی رو هنوزم دارم، چون من این رأی رو بذارم اون آدمو معروف کردم، من چرا بخوام اسم کسی رو بیارم معروفش کنم؟ ولش کن، مسکوت واسه خودم نگه داشتم. البته خب چند سالم گذشت دیگه، سیستم دادگاهی ما میدونین که 3 سال گذشت دیگه، بعد 3 سال من میام میگم 3 سال پیش چی شد. 1 ماه از ماجراها که گذشته بود در قلبم بخشیدم، حتی به بعضیاشون از جمله همین دوست موزیسیانمون که میگیم تکست دادم و گفتم آقا ما تو رو بخشیدیم، اگرم بوده نبوده هرچی بود. ولی 2-3 نفر هستن که تا آخر عمر نمیتونم ببخشنشون و نمیدونم اگه یه جایی باشون برخورد کنم چی اتفاقی میفته. واقعا دست خودم نیست، یعنی ممکنه جسمم در کنترل خودم نباشه. دوستا از دوستان نزدیک، دوستان نزدیک و 1-2 نفر از اهالی رسانه. ولی اون خانوما و اون کسی که مثلا فرض کن خانمه رفته تو کنسرت هلند ما، می‌خواسته بره تو تلویزیون معروف بشه، تو کنسرت گذار ما گفته مثلا چون اگه میشه بزن این مدیریتور برنامه بشه، برنامه رو اعلام کنه مردم ببیننش بهش رأی بدن، بس بفهم. بعد ما قبل از برنامه حالا بگذاریم که روابط و فلان اینا که ما گناه کسی رو نمی‌شوریم، ما یه کلمه می‌گفتیم چرا شما خوشتیپی خوشبویی فلان و همین. و بعد بیاد جلو دوربین رسانه بشینه به من نزدیک شد، گریه پایان باز مثل استاد فرادی. چی؟ خب نزدیک شد چی؟ چه کار کرد؟ ولی گریه کنه که اون گریهش بشه تقدس، میدونی؟ مثلا یک از ایرادا کار کرده بودن من نه من چیزی بله تا جلوی دوربین خانه که اونم رد شد. حالا با چهره واقعی نامجا، چهره واقعی تو رو کی میخواد بشناسه؟ خانه میخوای بگیم تو چه کاره بودی تو ایران، با کی بودی، چه کار بودی فلان اینا؟ خب اصلا زن حسابی تو خود من که اینجا تو این شهرم، تو همه سه کاری که تو الان بخوای بکنی تو نمیتونی با منم یه مصاحبه بگیری، حرف منم بشنوی. تو اصلا به این دقت کن محمد، هیچ کس از محسن نامجو هیچی ثبت نشده. الان بهش میاد سیمونو، یعنی همه حرف زدن، یعنی یک جا در اون ماجراها یه نفر یک خط جمله از ما ثبت نشده هیچ جا، همه راجع به خودشون حرف زدن در کلاب هاست. بگیر تو بریدن و دوختن آقا یه خب چی میگی یارو خودش اصلا؟ ببین یه چیزی بگو بعد بگیم خواهی تو سر دروغ میگی. ولی هیچ، یکی این موضوع که فایل است. یه راست من کاتت کنم ببخشید، چون هم نگران این دور بینم، هم این که یه نه اون که داره میره بس واقعا نمیدارم به حال سر درشاده نپیشه بذار اینم یه سرس بس کنم. نه این که این کات کردیم به خدا دور بیر چیز کردیم. نه نه خواهشتم، این که در هر کشوری خیلی آشفت هست، هر مرجع قضایی بیرون دادن صحبت خصوصی یه نفر جرمه، مستاق جرمه و هیچ کس به این موضوع اشاره کرد در کل آدم ها، از اونی که توییت میزد تا اونی که تو رسانه، این مستاق جرمه. همین الانش هم من جلو دوربین تو دارم میگم هر کدوم اینا دوباره برای کنسرت های من نامه بزنن به فلان سالن. آره دیگه، اصلا سوال اصلی اینه، اصلا الان فرض کن من با رفیقم دارم بهش وایس میدم، اصلا هزار هر چی که بدترین چیزا رو بیام بگم، مثلا اینکه اون فایل منتشرشه اون خودش مجرمه. من دلم میخواد با رفیقم اصلا تو خلوت خودم هزار تا حرف بزنم، چه ربطی داره با کنش اجتماعی من؟ من پول ندارم از کسی شکایت کنم، پول میخواد مثلا من نامه بزنم به فلان سالن، من پول ندارم از کسی شکایت کنم، پول میخواد. ایران نیست بری سراغ پلیس فتا برن در خونه یارو قپونی ببرنش توی بازداشتگاه. اینجا من بخوام از آقای فلانی خانم فلانی شکایت کنم، یه نامه بخواد بره در خونش بعد 2500 دلار پول بدی. بینی پیش وکیل، وکیل میگه 10000 دلار بیا بذار رو میز تا من شروع کنم. بعد تازه آره خب من همین پس میگه من پول ندارم. نفر ببره دادگاه محکوم هم بشه، منم بشم خوشنام. خب دفعه بعد با اسم مستعار میزنه، دفعه بعد میگه تمام آدما رو که من نمیتونم برم محکوم کنم. وای چقدر قشنگ میگه خدایا، میگه تمام آدما رو که نمیتونم. بچه‌ها به جان خودم قسم میخورم، به جان مادرم قسم میخورم، توی اون برهه بالای 20-30 تا خواننده و آرتیست متال بر علیه من پست و استوری میذاشتن، من که نمیتونستم همشونو بردارم ببرم دادگاه برای هر کدوم یه پرونده. مگه همین جوری؟ من خیلی برای منم واقعا
وقت زیادی، انرژی و دهنم و همون دو نفر دهنم سرویس شدن نظر انرژی و وقت و اعصاب و روان. من که همه رو نمیتونم ببرم دادگاه. اصلا یه زندگی من تو این هچل هست. هیچ کارش هم نمیتونم بکنم جز سکوت. و فقط بذارم زمان بگذره و آدما بفهمن که آقا شما بی فکر کنین این آدم، آخه تو ببین غیر از کیهان کلهر یه نفر مثال بزن که با موزیسین های غیر ایرانی کار بکنه، با ارکسترای غیر ایرانی بیان دنبالش، با تو دو تا کشور بیگانه بشناسنش، آدما بیان موسیقیشو بیان تو فل. چه کار دارید؟ چرا میخواین زمین بزنین یارو رو؟ داره زندگیش رو ماست خودش رو میخوره، کار خودش رو میکنه. گیرم که دو تا نظر سیاسیش هم با شما یکی نباشه، مگر همه وقت خفه شدن چون شما مثلا طرفدار فلان شاهزاده این یا طرفدار فلان چیز. حالا این که خیلی 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 شاخه شاخه شد. اول از همه که خیلی ممنونم ازت که اینا رو گفتی. عذرخواهی کردن تو هر مقامی کار سختیه. آدمایی که معمولا فکر میکنن اوکی ترن باش، آدمایی که هر چیزی رو میگن و خیلی اهل عذرخواهی و اینا نیستن، میدونی متوجهش نمیشن خیلی. به خاطر این ازت ممنونم که این صحبت رو بکنی. محمد جان بخش میگن که بسیار بسیار آدم محترمی هنوز برای من. اون به من گفت محسن جان موشک زدن این رهبرش عذرخواهی نکرد. هیچ کس توی این مملکت توی این فرهنگ ما عذرخواهی نمیکنه. مردم دلشون پره. تو بیا اسطوره شو، تو بیا بشو یه اسطوره، تو بیا برای اولین بار یه آدمی باش خوست. ولی خبر نداشت که مردم ما مردم آمریکا نیستن که بیل کلینتون عذرخواهی کرد گفت آقا من با مونیکا لوینسکی خوابیدم رأیش بره بالاتر. دارت میزنن میکشن و دیدی که من اعدام کردن، حذف کردن. به فاصله 5 ساعت فایل صوتی رو کردن ادیت شده که ببینید این گفته نومیز نو یعنی فلان. حالا ادامه نه همینطوره. ببین نومیز نو چیه؟ من دروکم، خیلی مهم نیست باستم واقعا. 90% مخاطبای من که الان دارمش توی کانال من آدمای بسیار باحالی هستند. خب از کامنت هایی که میاد آره. 10% وجود دارن که کاش نمیشه کرد، کاش نمیشه کرد. یعنی یه کسایی هستن که هیچ کاری نکردن تو زندگی، کاملا ادعای همه چیزو دارن مثل اون و تاوان شکستاشون رو بعد بقیه بدن. دقیقاً اصلا لذت میبرن از همین قضیه، از این گل کردن آب و اینا لذت میبرن. اون هستش همش. من همیشه اون چیزی که آخر شب میرم میخوابم اینه که من حرف صادقانه خودم زدم یا نه. اون فقط واسم مهمه. خب هر کسی هم هر کاری هر شکلی میخواد فکر کنه، واقعا من زان خودم چنان که هستم هستم، خیلی مهم نیستش دیگه بقیه چی میگن. خب اصلا من بازم از این تریبون تو استفاده میکنم که بگم من آدم تریبونی هم نیست بخوام. آره ولی من آدم آدم پسر پیغمبر نبودم. گرچه که خدا شاهد نفر هزارم صف شیطان ها شیطان بلاها هم نیستم، ولی با این حال بابت اگر احیانا رفتار متکبرانه ای اگر من نسبت به آدم ها داشتم بازم عذرخواهی. دمت گرم. نه ببخشید. دمت گرم. یعنی برای منم درس ها داشت این ماجرا. آره. ببین یه چیزی من توی دوای می تو موومنت صحبت کردیم این نظر. خب بچه‌ها همینجا دیگه متوقف می‌کنیم دیگه، اون اصل ماجرا فکر کنم گفته شد. و دیگه اگه شما دوست دارین این ویدئوی 1 ساعت و 55 دقیقه رو ببینین، میتونین به کانال خود محمد برین و ادامه رو ببینین. چیزی که برای من حالا خواستم که در واقع به بهونه این ویدئو راجع بهش صحبت بکنم اینه که هرگاه هر چیزی که شنیدیم خصوصا برای آدم‌های معروف پاپوشی درست میشه دو سوت میچرخه. حداقل ما از خودمون شروع کنیم. اولین چیزی که یه پاپوشی، یه انگی، یه حرفی، یه چیزی اومد وایسیم، اگه این موضوع این پاپوشه واقعی باشه، یعنی اگه مثلا من شهاب یکی رو خورده باشم، اونی که خورده شده اگه واقعا خیلی بهش فشار اومده باشه میتونه بره قشنگ دادگاه شکایت کنه، بره پلیس، بره فلان، اگه واقعی باشه این داستان. وایسیم ببینیم چه تعیین تکلیف میشه. این آقا میره شکایت، شاید ایشون خلافکار نباشه، شاید این شهاب رو نخورده باشه، حالا شهاب به خاطر این اعاده حیثیت بره دادگاه نتیجه رو بده اعلام کنه. این متاسفانه این فرهنگ در مردم، حالا من جای دیگه دنیا رو ندیدم نمیدونم، ولی در مردم ما نیست. وایسیم بدون هیچ پژوهشی این انگار رو نپ، چون واقعا یکی و یک شبه میشه نابود کرد. یکی و میشه به این چیزی که شما
20 سال طول میکشه دونه دونه رو به دست بیاری، دونه دونه یک شبه میشه از بین. برای خود من دونه دونه طرفدارهایی رو به دست آورده بودم که براش سالها زحمت کشیدم. خب خیلی ها رو اینا تونستن که با همون حرفای دروغ و افتراشون خب خیلی ها باور کردن. اولین چیزی که همه یادم تو اون برهه میگفتن بود که حتما یه چیزی هست که همه میگن، حتما یه چیزی هست که همه میگن. حالا از محمد میپرسیدی تو اکی شنیدی؟ از کامبیز. تو اکی جمع محمد، از حجت، از علی، از فلان، این رو تهشو میرفتی. ولی به حال به این ترتیب امیدوارم که حالا برای آقای محسن نامجو اگه واقعا داشت وسط های ویدیو گفت من به جان به روح مادرم قسم میخورم چیزی نبود و این دروغ بود و در همون اشل بود که اول ویدیو میگه، اگه واقعا اینطور باشه و هر که امیدوارم حالا گذر زمان همه چیزو براش درست کنه، چون که عموما تو این موضوع چیزی درست نمی، آبروی رفته شده رو به این راحتی نمیشه جمع و جور کرد. یه جوری یه شبه آدمو پودر میکنن، حالا جمع کردنش واقعا کار سختیه. به هر حال که با توجه به کامنت هایی که از شما دریافتیم، مسیجی در شما دریافتیم، خواستیم به این موضوع بپردازیم که موضوع از طرف آقای محسن نامجو هم گفته بشه، ببینیم که موضوع چی بوده. امیدوارم لذت برده باشیم. موضوع خودتون باشین. خدا نگهدار. دوستتون دارم شدید به مدت مجید. خداحافظ.